الحمدلله وحده و صلات و سلام و الله نبی بعد سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی بزرگترین نعمتی که انسان داره به نظر از شما چیست؟ بعد از ایمان به خدا گمان می کنم که اکثرا متفق باشید با من که بزرگتر بزرگترین نعمت سلامتی است اتفاقا روز پیانبر از صحابه ای تعریف میکنه که یک بار این حدیث براتون گفتم که ما جای نشسته بودیم بین خودمون حرف می زدیم حضرت پیامبر آمدند ما گفتیم یا رسول الله امروز شما خوشحال به نظر می رسید گفت بله باز میگه ما نش صحبت کردیم درباره ثروت و حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله علی سلم در حرف ما میگه ایشون هم فرمود فرمودند که ثروت خوبه برای کسی که متقی باشه ولی از ثروت بهتر سلامتی هست اینو واقعا دیگه ثروت که میلیاردر هم باشی شما کور باشی سلامتی مثلا بینایی شما از شما گرفته بشه یا هر بیماری داشته باشی میلیارد ها به دردتون نمیخوره معمولا ما مریض میشیم میریم پیش دکتر و سنت همین است که خداوند درد رو گذاشته درمان رو هم گذاشته میریم پیش دکتر و کوشش میکنیم دکتری رو پیدا کنیم که حاضختر ماهرتر هست حتی روزها در صف وایم استیم نوبت میگیریم تا بیش دکتر بریم که گمان میکنیم بهتر از دکترهای دیگه است حالا تصور کنید و نسخه ای که دکتر مینویسه رو فقط رو نگاه نمی کنیم نسخه ای که مینویسه میگیری و این نسخه رو میپیچیم و میخریم از داروخونه و میخوریم و استفاده می کنیم چیزی که دکتر گفته عمل میکنیم حالا فکر کنید که الله که یکی از های شافی است شفا دهنده هست نسخه ای برای ما بپیچه چقدر باید اون نسخه پر اهمیت باشه الله این نسخه رو پیچیده و فرموده فیه شفا اون لناس در چی گفته؟ در آن شفا است برای مردم در چی؟ فیه شفاء اون لناس منظورش اصل هست در اصل شفا هست برای مردمان خداوند این رو فرموده اصلی که رنگ مختلفه خدا گفته این شفاست پس باید چیز با اهمیتی باشه باید خیلی چیز با اهمیتی باشه از شفاهایی که الان امروز بخواییم فقط در همین مورد صحبت کنیم یعنی ما قرآن رو برای می‌خونیم که بخونیم ثواب ببریم اما در این حال باید برای بخونیم که از آیاتش استفاده کنیم برای زندگی شخصی خودمون من دیدم بارها بارها که مردم گفتم شیطان انسان رو وسوسه میکنه هر چیز خوب را از انسان دور میکنه دیدم بارها البته اینم هست که مثال اصل رو به صورت تقلبی درست میکنن اما این رو بارها دیدم که طرف میره اصل نمیخره میگه اصل تقلبی ولی در عوضش مربا مثال میخره خب اگر در حالت تقلبی بودن اصل هم باز مرباست است البته اگه گرونتر باشه نه منظور من این است که به طرق مختلف من حتی جایی دیدم که میگه اصل برای در فصل گرما خوب نیست در حالی که اصلا همه اینها یعنی داره میگه خداوند میگه فیه شفا اون ناز این داره میگه فیه مرز اون ناز طبعا این عکس عقیده این عقیده غلط نیست حتی من یک بار این رو خواستم ببینم که آیا اصل برای کسایی که به بیماری غند دوچار یا یعنی یک بیماری غرن شده قول عربا سکر و بقول افغان شکر بی این بیماری غند که دوچار هستن آیا اصل برایشون ضرر داره؟ دیدم که تحقیق خوندم از دانشمندان مصری، دکترهای مصری که نه قندی که در این اصل هست اون, اون مش... از اون ان نوع قندی نیست که برای, بیمار... برای کسایی که بیماری غند دارن ضرر داشته باشه طبعا اصل طبیعی و اصل درست نه اصل جلی و تقلبی یک از فایده دیگه اصل این است که انسان رو از حرم یا پیری زودرس یا پیری پیری به سلام مفرد جلوش میگیره به نظر من این البته عقیده بنده است که جلوی البته این عقیده رو همینطور هم نمیگم بر روی یک دو سه دلیل میگم بزرگترین دلیل هم خود قرآن است. زیرا در آیه ای که آیه 69 از سوره نحل وقتی که خداوند در مورد اصل میفرماد یخرج من بطونها شراب مختلفون الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآیه لقوم يتفکرون در این اصل یک آیه است برای قومی که فکر میکنن حالا اگه آیه بعدی رو بخونید یک مرض رو ذکر میکنه من رفت میبینم بین آیه 69 و 70 بلا فاصله این آیه تموم میشه خداوند یک مرضی رو می، ذکر می... ذکر میکنه که خیلی از مردم به اون دچار میشن آیه بعد اینه والله خلقکم ثم یتوفاکم و, و منکم من یرد دو الى ارزل الامره لکی لا یعلم بعد علم شیعا ان الله علیم قدیر آیه بعد میگه خدا اون ذاتی است که شما رو آفرید و شما رو خلق کرد شما رو در ضمن ب... بعد شما رو به مرگ دچار میکنه مونتا ادهی از شما به خرفتی و پیری مفرد دچار میشید یعنی همینطور راحت نمیمیرید دچار پیری مفرت میشید دست پای شما دیگه برای شما کار نمیکنه خداست این مرض گذاشته باز این چی لکی لا یعلم بعد علم شیعا به طوری که دچار فراموشی میشی مثل که امروز یک مرضی رو عراکن... راکنسون میگن میگن؟ یک مرضی که به که فراموش میکنن یک مرض حالا قرن شده این رو خداوند آورد که یه دی از شما دوچار این مرض میشه دریگان دوچار این مرض شده بود پسرش رو نمیشناخت من میدونم که خیلی ها میشن خصوصا این سالها زیاد شده خداوند در این آیه این مرض رو ذکر میکنه و در آیه قبلی میفرماد که فی شفا اون پس من یقین دارم که باید بین این دو از نظر من یعنی نمیتونم حالا شما تحقیق علمی بشه تا اینو ثابت کنه ولی در عموم چون که اصل شفاست باید در اینم شفا باشه اصل در چیزای شفاست که شما حتی تصورش نمی کنید اونهایی که این خاصیت اصل دیدن در جعبه دواهای دوا خونه خودشون اصل رو به عنوان دوا دوا نگه میدارن اون چه خاصیتیه وقتی که بدن پوست پوست انسان بسوزه یا زخم بشه اصل بهترین دوا برای معالجه است میکروب کشم هست خیلی سریع پوست رو بر میگردونه درد رو از بین میبره چون که اصل جلوی رفت چون که وقتی که پوست میره عصب با هوا در تماس میشه و انسان احساس سوزش میکنه احساس درد میکنه ها همطور زخم ها هم در معرض هوا قرار میگیرن اصل فورا به صورت یه اگر پماد اصل به مالید بر روی زخم و بر روی سوختگی ارزم به حضورتون که به طور کلی این رو خوب میکنه برمیگردونه حتی من شنیدم حالا در بعضی از کشورهای غربی اصلا برای سوختگی هیچ دوای دیگه نمیدن برای سوختگی فقط همین دوا رو میدن دوا اصل رو میدن و منم هرگز و غیر از اصل به کار نمیبرم خدا از مرض سوختگی انسان رو نگه داره پوست که میسوزه من ندیدم که هیچ دوایی بهتر از این باشه و در این مسئله یقین دارم غیر از اینکه تحقیقات علمی هم ثابت کرده یک در حدیثی هست که البته سندش جلوی من نیست ولیکن در اون حدیث حدیث صحیح هست که مردی پیش پیامبر اومد گفت برادر من به اسهال شدید دچار شده پیامبر فرمود به شربت اصل بده برگشت اومد که خوب نشده گفته که شکم پیامبر فرمود که شکم برادر تو دروغ میگه یعنی اینقدر یقین داشته به اینکه اصل علاج میکنه این اصل رو از قدیم میشناختن وقتی تیمور لنگ در صحرای کبیر لوت یا کبیر نمک توسط مار بوای زنگی که خطرناک ترین مارها گزیده شد خودش تو خاطراتش مینویسه که یک معبد زرتشتی من رو نجات داد و آمد به من اصل داد به من اصل داد و من اما اصلی که خوردم از زهر این نجات پیدا کردم چیزی که در مورد اصل کشف شده این است که شما اصل رو که میخورید فورا این تبدیل به انرژی میشه یعنی اون چیز حازمه رو شاید به خاطر اینکه در در شکم زنبور این یک دفعه هضم شده به هر حال هضمش در هفت دقیقه میگه به سلولا میرسه طبق چیزی که من یک جا خونده بودم به این رو خودم تجربه هم کردم با اصل من تجربه های زیادی کردم بیماری بود که یادش رفته بود مادرش یادش رفته بود که ارزم به به این واکسین سرخک رو بزنه به این دخترک دختر کوچیک به مرض سرخک دچار شده بود و حتی در آخرین درجه و ترین حالت بود حتی یک خانم دیگه که در همون مجلس اینا نشسته بود شروع کرد به گریه کردن یعنی فکر کرد که این بچه دیگه میمیره چون که خودش هم مثل که دو تا این بچه به این صورت دست داده بود فکر کرد که داره به نقطه سفر میرسه به پایان میرسه که یکی پیشنهاد کرد که به این دخترک اصل بدن در همون حالتی که اصلاً به حال خود نمیفت تمام صورت سرخ شده از همین دانه های سرخک و در دهانش قطره قطر قطر اصل ریختن و این با مرض مقابله کرد چرا که فورا بهت انرژی میده فورا به انرژی میده برای کسایی که دچار زحف میشن و زحف شدید میشن بهترین چیز است معمولا ما رو که انسان رو میگزه یعنی بدن انسان رو داره ضعیف میکنه پیامبر فرمود که در سه چیز شفاست حضرت ابن عباس این حدیث نقل کرده در بخاری هست فرمود که در سه چیز شفا هست در حجامت کردن در اصل و در داغ کردن یعنی یه چیزی رو دا آهن داغ میکنی به جای مرض میذاری اینم در اینم میگه شفا هست اما پیامبر این رو برای امت خود نخواستن حجامت بگو من شما رو نهی میکنم از این سومی و از حجامت کردن و حجامت یعنی که خون بدن انسان رو میگیرن این روزا منسوخ شده در که اونم فواید زیادی داره به صورت علمی هم فوایدش کشف شده که خون کثیف بدن رو بیرون آوردن خیلی از دردار دور میکنه و اصل که اصلا بهتر من نمیدونم چقدر دیگه ما تا فرمان چند دقیقه گذشته از برنامه نکته دیگه ای که میتونم براتون در مورد اصل بگم این است که معمولا مردم اصل رو گرم میکنه و این به خاطر همین این روزا که ما میبینیم خاصیت نداره در کشور عربستان که مردم بخش دیندارش که اعتقادات درستی دارن اعتقادات ایمان دارن به حادث پیانبر معمولا اصل رو اینجوری تشخیص میدن که اگه شفاشون داد میفهمنی اصل خوبه باز از همون میخرم اگه شفاشون نداد میگن اصل غلط بود که چطور من شفا پیدا نکردم یعنی بر روی اصل شک نمی کنن و این حق است بعضی از اصلا میگی شما شما بگید که ما اصل میخوریم و شفا پیدا نمی کنیم اون وقت باید ببینید که عیب های در اصل است ممکن است اصل به صورت خالص و طبیعی باشه اما اشتباهاتی رو این بندگان خدا انجام میدن و اون باعث میشه که این اصل خاصیت خودش از دست بده یکی از اونها گرم کردن اصل اگه اصل رو گرم کنم، این خاصیت های زیادی رو از دست میده دیگه اون اصل طبیعی نیست و معمولا این کار رو 99 درصد یا 95 درصد گفتم دیگه شیطان در هر کار دخالت میکنه برای ما کی خیر خواسته برای ما کی خیر خواسته کی خوشی خواسته تقریبا 95 درصد اگه بگم 90 درصد اگه بگم مردم در دنیا در کشورهای شرقی عرض میکنم اصل رو گرم میکنه تا به صورت سیال به مایه در بیاد در حالی که اکثر اگر نمیدونید بدونید اکثر اثرهای دنیا باید به حالت جامد در بیاد بعد از یک مدت که موند مثل روغن جامد میشه یا نیمه جامد میشه و هر طریق در مختلف الوان هست مختلف در شکل هم هست رنگ های مختلف هست و به هر سه صورت مایع و جامد و نیم جامد هست اما مردم معمولا جامد رو فکر میکنن که شکر است یا نیمه جامد رو فکر میکنن که با شکر مخلوط شده نه اینجور نیست بلکه اون چیز طبیعیش هست ولی معمولا برای اینکه اینا جمع نشه منجبد نشه گرمش میکنم به خاطر مشتری این که گرم شد اون آلاستیک خاصیت آلاستیک شد دست میده دیگه منجمد نمیشه اما خاصیت غذایش هم دست میده از سال 1969 در اروپا این ممنوعه تعجب میکنم که ما چقدر عقب هستیم از سال 1969 در فرانسه اثری که گرم بشه برای فروش با با واقعا برای ما جای تاسفه این بخاطر این است که ما اطلاع نداریم و گمان میکنیم که اصلا حتما باید به صورت سیال باشه در حالی که اینطور نیست این بعضی از معلومات بود که به شما در مورد ماده گفتم که خداوند خدایی که خود را شافی معرفی کرده درمان کننده درد هاست به عنوان یک عموما گفته که دوای بیماری است و این هم خوراک است و هم یعنی هم خوراک لذت بخشی است و پیامبر شربت عسل خیلی دوست داشتم یعنی اصل رو با آب قاطی میکردن خیلی دوست داشتن عجیب است ما که کوچیک بودیم ببینید چطور شیطان در زندگی انسان دخالت میکنه به ما گفتن که اصل میخورید دیگه آب نخورید آقا اصل بخوری آب نخوری آدم که گای تشنه شه یا آب یا چای باید بخوره چون که اصل شیرینه نه در حالی که درست عکس سنت پیامبره پیامبر خدا شربت اصل رو دوست داشتن تا برنامه دیگر خداوند حافظ و نگهدارش